شما کتابی منتشر کردید به نام یاس و داس و این کتاب خیلی واکنش زیادی داشت و به حال ارزش هایی که خودتون بهش اعتقاد داشتین رو در واقع ترد کرده بودین منتقد شده بودید بهش و بسیار آدم هایی که براشون بعضیشون به اسطوره در بین لاقل قشری از جامعه ایران تبدیل شده بودن شما اونها رو با الفاظی به توصیف کردین که به خیلی ها برخورد و قصدتون چی بود؟ چی میخواهیدتون بگیم که این کتاب رو ببینیم من نه هنگام نوشتن این کتاب زمان این که در ایران بودم به تدریج البته یک نظر پیدا کرده بودم نظر که نمیشه بگی یک برداشتی داشتم و اون برداشت این بود ما در صورت جامعه ما از این وضعیتی که داره رها میشه و به سوی وضعیت بهتری میره که ما همزمان با تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی ما یک تحول فرهنگی رو هم از سر بگذارم تحول فرهنگی به معنای نقد گذشته است همونطور که یعنی نقد سنت های ملی، فرهنگی و غیر و این نقد باید یک نقد همه جانبه و گسترده باشه و بیرحمانه باشه نقد باشه به مفهوم واقعی نقد و سریح باشه و روشن باشه و بیپرده باشه این نقد طبیعتاً یکی از اینا که حمله تیزش متوجه فرهنگ مسلط بر جامعه میشه که فرهنگ استبدادی جامعه هست که حکومت هم اون فرهنگ رو به تحمیل میکنه اما من فکر کرده بودم که این درست هست باید بشه یعنی مرادم این نیست که این غلطه اما یک بخش مهمی از این نقد باید نقد روشنفکری ایران و نقد نظریات سیاسی چون متاسفانه در جامعه ما به فقر فلسفی ما فلسفه سیاسی نداریم اما نقد نظریات سیاسی باشه و نقد منش سیاسیه سیاسی اپوزیسیون باشه یا اون کسانی که میگن ما اپوزیسیونیم چپ ریبرال ناسیونال غیره چون اگر ما این کارو نکنیم و مدام مثلا تیغ همبرمون متوجه نقد حکومت بکنیم خب ما, چ... ما ما... هم در واقع همون فرهنگ رو داریم ما همون فرهنگ رو داریم و بدون که نمیبینیمش و ما یه هم تو انقلاب تجربه کردیم که چطور ممکنه یک ف... حکومتی سرنگون بشه حکومت دیگه بیاد اما بسا اون فرهنگ رو مسلط بکنه و اون منش سیاسی رو مسلط بکنه این من شروع کرده بودم به نقد در واقع خودم چون که من دو دهه از دهه چهل به بعد هم در جریان سیاسی کشور بودم هم در جریان روشنفکری کشور بودم و طبیعتا وقتی من خودم رو نقد میکنم. نقد همه جریانات فکری و گرایش هایی میکنم که من تو اونا بودم که تقریبا خیلی آشون بود شما در خیلی موارد در مورد افراد شاید یه مقداری زیاده روی کردید شما مثلا من ب... شما در مورد بیژن جزنی شما ایشون رو مستبد، عوام فریب، بی سواد، ضد فرهنگ می خونید. درست اینطور یه شده ببینید اینکه چرا اسم افراد آورده میشه اصولا ما در ایران وقتی مقاله می نویسیم سعی می کنیم اسم کسی رو نیاریم معمولا هم یه سری لغت هست که آشنا هستیم بعضی ها اینطورن بعضی دیگر اینطورن گرایش اینطور این نوع نوشتن به نظر من مبهم اصلا بخشی از اون فرهنگ ترسان استبدادیه ما باید اشخاص رو روشن و واضح اسم ببریم بعضی و ادعی و اینام نداریم خب من در اون که کتاب یک بخشی رو در واقع در جواب یک سوالی بود که پرسیده بود که وضع زندان چطور بود من باید وضع زندان تشریح می‌کردم من معتقد بودم من زمان به دیکتاتوری پرولتاریا معتقد بودم چپ بودم و فکر می‌کردم که حکومت با دیکتاتوری پرولتاریا بشه دیکتاتوری پرولتاریا معنیش این است که یک حزب کمونیست هست فراکسیون هم نداریم و حزب کمونیست دیکتاتوری می‌کنه به نیابت از طرف طبقه کارگر یا به نیابت از تاریخ به نیابت از خوشبختی بشر یا حالا هر چیز دیگه من میگم هر کسی که به دیکتاتوری پروتاریا معتقد باشه آدم مستبدی <applause> و خب آقای جزنی خیلی بیش از من و صادقانه تر و شجاعانه تر به دیکتاتوری پروتاریا معتقد بود بعد ما تاختار زندان رو دیده بودیم در زندان تشکیلاتی که درست کرده بود آقای جزنی و خودشم در رأسش بود تشکیلاتی بود که نه فقط من خیلی از بچه زندان دیگه هم نمیشودن مخالفین رو حتی پتون میدادم سرشون میزدن شو مخالفین فکری بود این فضا فضای دیکتاتوری و استبداده و بعد هم آثاری که آقای جزنی نوشته و تبدیل شده به کتاب های مقدسی که حتی نزدیکشم هم نمیشه رفت و من فکر کنم مارکس هم میشه نقد کرد یعنی با... باش... شا... شاید, اینجا هم دارین یه خود اقراق میکنه آقای سرکویی اینجوری نیست در مورد آقای بیژن جزنی ممکن در مورد قشر خیلی کمی از فدایان ثابت طور باشه نه. مقدس باشه کم نیست. این جانب. توجه بکنین که ولی برای شما توجه بکن... میدین می برای نه. که بتونیم اولن... نه نه نه, نه. اولا توجه بکنین که سازمان فدایان بزرگترین سازمان چپ ایران بود هم اکثریت و هم اقلیت هر دو جناحش جزنی براشون بزرگترین تورسیان چپ بود گرایش اکثریت به تعیید حکومت جمهوری اسلامی بعد از انقلاب حاصل افکار جزنی است بلا تردید یعنی حالا نمیتونیم وارد تاریخ مفصل بشیم در یک رقابت تئوریکی که پیش آمد بین طرفداران مسعود احمدزاده و طرفداران جزنی یکی از اساس ترین مسائل مسئله شوروی بود سوسیالیسم و غیره که کشید به اینجا اقلیت هم که اصلا جزنی چیزش بود بزرگترین طور بنابراین بزرگترین گرایش چپ که منم بهش تعلق داشتم من نمیتونم بیام یه و رو نقد کنم یا فلان من به جریان من صحوادار سازمان فدایا بودم طبیعتا افکار منم هم در همون جهت بود بنابراین من خون خودم رو نقد کنم حالا ماویستا یا دیگران هم بروند خودشون نقط. بکنن من به اون خوبی که نمیتونم اونا رو نقد بکنم و بعد جزنی برای من نه فقط یک شخص است البته جزنی میدونی مبارز بزرگی بود قابل احترام بود شهید شد شجاع بود صادق بود غیر و, غیر و. اما جزنی سمبل ما جزنی و خلیل ملکی باید با مقایسه کنیم یک نفری که میاد نواندیشی میاره خلیل ملکی و راه پیدا میکنه میتونه راهش درست غلط شه، نقد میکنه و سعی میکنه که به اصطلاح از اون جزمیات راه بشه و یک نفری که جزمیات رو تکرار میکنه و همون ساختار رو برقرار میکنه چرا جزنی برای من سوال اصلی این بود چرا خلیل ملکی در نسل من مترود منزوی در حدی که در زندان وقتی میخواست بره مسترا مخالفین سیاسی تو صف وای که این نوبتش بهش نرسه به شاشه تو خودش یه پیرمرد چرا خلیل مرکی به چون این سرنوشت شد این مشکل ماست نه مشکل جزانی نه مشکل خلیل ملکی این مشکل ما بود که ما چون که مذهبی در واقع ما چپ نبودیم ما کمونیسم روسی رو با مذهب شیعه قاطی کرده بودیم این به اصطلاح ما, ما خب تطبیقا کسی رو پیدا کرده بودیم و که چیز ما بود متناسب با ما بود من فکر می کنم نقد جزنی اگر شروع بشه نقد این کمونیسم متعصب شیعه است حالا شما حتما درست میگین که یه عده زیادی هستن که جزنی براشون بود نبود اما من فکر می کنم اگر نقد از به نظرات بسیار خوبا... بب... متوجه شدم شما به منظور ولی هنوز هم من نمیفهمم چرا باید بهش بگی عوام فریب بی سواد ضد من البته عوام گفتم به این دلیل که شما اگر به شیوهی که جزنی به کار برد توجه بکنین قشنگ متوجه میشین وقتی که فدایی رفتن زندان بچه هایی که تئوریک بودن به نسبت بقیه کشته شدن م. اونایی که موندن کسانی بودن که مایه تئوریک نشن خودشون رو نوشتن و در اشرت آباد وقتی شروع شد وقتی که از اوین همه آمدن جزنی نایمد نظرات و نتایجی نظراتشی به سراحت بگه جزنی ابتدا خیلی ماهرانه همراهی کرد با جریان و بعد به تدریج نظرات شما همون کاری که رهبری اکثریت یعنی فراخ نگهداری اینا اه. کردن اینا گراش تودهی ای داشتن اه. اما اینو به سراحت نگفتن اه. بعد انقلاب با فضا همراه شدن بعد به تدریج و بعد البته خودشون گفتن که ما از اول این نظرات توده ای رو داشتیم به نظر من اگر کسی یه نظریه داره باید اون رو سریع بگه و اگر این کار نکنه و از تاکتیک های از این دست استفاده کنه نوعی عوام فریبیه بی فرهنگ من نگفتم من گفتم که در زمینه فرهنگ اجازه بید فضایی که بر زندان حاکم بود و فضایی که بر چپ ایران دهه چهل و پنجاه حاکم بود فضایی بود که با فضایی بود که از رالیزم رالیزم سوسیالیستی استالین در می آمد. این رابطه به ما نداشت یعنی رابطه داشت که ما پذیرفته بودیم بهش اما ما تولید کنندش نبودیم این فضا به بخش عظیمی از فرهنگ و دستاوردهای هنری ادبی رو منحط میدونست این چیزی که در اصطلاح توریک اومده و مطرود میدونست و بایکوت میکرد شما توجه بکنید در ایران ادبیات و هنر اینا یه مارک داشتن منحد که این از منتقدین روسی گرفته بودن و خورده برجوازی و از این حرفا بنابراین من این, این رو میگم می که این به با فرهنگ سر تضاد داشت شما به فرهنگ و اشاره کردین که در واقع ما باید فرهنگ سازی بکنیم و در درجه اولویت قرار چرا فکر می‌کنین فرهنگ اولویت داره به مثلا کار سیاسی یا سیاس؟ من نمیگم اولویت داره من میگم که تحول فرهنگی اگر رخ نده حالا همزمان یا متناسب یا همراه با تحول سیاسی در واقع ما رها نمیشیم از وضعیتی که داریم این وضعیتی که در ایران هست از یک فرهنگی برمیاد درسته از مناسبات اجتماعی اقتصادی سیاسی وضعیت بین و تاریخ ما برمیاد اما عامل مهمی در این فرهنگ هست و اگر این فرهنگ به خصوص در روشن فکران که نقش رهبری رو به عهده میگیرن حالا چه رهبری فکری چه رهبری سیاسی متحول نشه به سوی یک فرهنگ غیر استبدادی همه جانبه نه اینکه فقط بیایم بگیم حقوق بشر و دموکراسی هست حقوق بشر و دموکراسی این جمله مبهمی است که الان همه میگن بلکه این نشون میده که ما در یک نقد, نقد نقد کردیم گذشته رو ببینید اروپا هم با نقد خودش از خودش رها شد رنسانس یعنی نقد گذشته اوکی ما باید فرهنگ خودمون رو نقد بکنیم همه عناصر معلفه های این فرنگ رو بذاریم جلو آفتاب بی رحمانه بهش نگاه بکنیم و با نقد این عبور بکنیم از اینها اگر ما چون این تحولی رو حداقل در سطح روشنفکران و رهبران سیاسی نکنیم این دایره بسته استبداد بدان انقلاب و شما معتقدین که روشن فکر ایران این کارو نکرده و نمیکنه من فکر می کنم متاسفانه نه این اینکه هیچ کس نکرده و نمیکنه اما بسیار به ندرت شما میبینید کسانی که به طور جدی اینکه مثلا به صيغه مجهول معمولا بگیم این اشتباه شد که یعنی ما توش نقش نداشتیم یا مب هم برخی اشتباهات صورت گرفته است که زمینه ها و دلایلی داشته است از این انشا پردازی ها اینا که نقد نیست نقد به مفهوم که مفهوم بگیریم مؤلفه ها رو بگیریم من فکر می کنم شاید یکی دو نفر بیشتر نکرده حالا شما آقای سرکوهی خب با تمام اون سابقه کار سیاسی و بعد اخیرا کار فرهنگی بیشتر و همینطور نقد به روشنفکری ایران شما خودتون در این زمینه چیکار کردید من کاری که کردم خب تا وقتی در ایران بودم میکوشیدم که نظرات متفاوتی که میتونه زمینه ساز نقد باشه حالا یا ترجمه کنم یا منتشر کنم یا کمک کنم تو مجله آدین یا خودم مثلا در زمینه هایی تا اونجایی که در حد خودم هست بنویسم و توی جمع مشورتی و اینا هم که خوب نظر میدادیم مثلا اساسنامه کانون ما از نو نوشتیم در اساسنامه کانون مثلا شما توجه بکنید ما در اساسنامه جدید کانون تو مشورتی دفاع از مثلا ما دفاع از در زمینه مثلا زبان ها خلق قوم ما اومدیم گفتیم آقا این اساسنامه قبلی غلط ما که حزب سیاسی نیستیم ما فقط از آموزش به زبان و چاپ به زبان مختلف دفاع میکنیم یا ما مثلا مخ... یه بندی داره منشور جدید کانون که من پیشنهاد کردم و تصویب شد این که کانون با قبلا راجبه آزادی بیان اینا بود با رسانه های تک صدایی و فرهنگ تک صدایی مخالف این به منشور اضافه شدی که بندهای منشور هست حالا در حد خودم در اینجا هم اوایلش بسیار امیدوارانه شروع کردم یه سری مقالات نوشتن در نقد فرهنگ و در نقد فرهنگ گذشته نظرات گذشته مهم این نیست که نقد من درست یا غلط شد هم غلط باشه مهم اینه که ما نیاز به نقد داریم ما به پرسش نیاز داریم به پرسش دوبار خودمون نه که فقط راجع به دیگران به اونا هم احتیاج داریم توجه به پرسش و توجه به نقد چیزی که من فکر کنم وظیفه من بود این بود که این نیاز به نقد رو برانگیزم اما شاید این هنوز اندکی شاید این نیاز خوب نیست شاید من عوضی دیدم شاید نمیدونم شما الان همون حرفایی که میزنین مقالاتی که مینویسین فکر میکنین در ایران مخاطب داره یعنی مخاطبی که قبلا در, در داره. ایران داره. داشتی در چطور میدونین ازا. که داره برای که ام. تماس میگیرن تلفن میزنن نامه می نیاد، ایمیل میزنن اتفاقا خیلی جالب برای خود من حتی عجیبه که چرا اینقدر در داخل کشور با واکنش مثبت و نه اینکه همش مثبت اما گرایش و خیلی با چیز رو روبرو میشه این نقد ها و در خارج از کشور نه شاید یکی از دلایلش که در خارج کشور یه ده متولی هم زندگی میکنن که متولی امامزاده های قدیمی و اینا و خب متولی با حرمت امامزاده رو نگه داره و خب یه ده به نام این چهره یا اون چهره یا این عقیده یا اون عقیده نان می اما در داخل کشور به من بیشتر واکنش مثبت دیدم و زیادم دیدم نمیدونم شاید هم یکی دلالش است که اونا متولی نیستن و بعدم شما وقتی در عرصه ببینید وقتی آدم تبعید میشه آدم از تاریخ بیرون پرت میکنن این شوخی هم نداره شما به عنوان فعال سیاسی پرت میشی از اون مرکز حادثه بیرون حالا فقط دیگه میتونی پشتیبانی کنی دیگه بقیه حرف هم بی میزنن جز پشتیبانی کاری از دست بر نمیاد پشتیبانی تبلیغات غیره به عنوان روزنامه نویس وقتی پرتت میکنن بیرون اگر جوان باشی در سن 14-15 سالگی میتونی زبان یاد بگیری به این زبان بنویسی و خود در متن جامعه اینا جا کنی اگر پیر باشی و نتونی زبان رو در حدی که بنویسی کتاب ادبیات بنویسی منظور نه که حرف بزنی اون وقت شما نمیتونی بری تو متن این جامعه از جامعه خودم از تاریخ به بیرون پرچ داری اینترنت و اینا ما هم به اندازه اون داخل کشورن خبر اما خبر داشتن با حضور مستقیم فعال فیزیکی داشتن فرق میکن. در این حال هم توجه کنید که روشن فکران ما دچار مشکل بی مخاطبی است وقتی تیراج کتاب هزار هزار, هزار، تا این یعنی ما اپوزیسیون هم دچار هر همه فراخوان هایی که اپوزیسیون داده تا حالا یکیش من ندیدم که بیش از 2000 نفر آدم جلب بکنه یعنی اپوزیسیون یک لایه ای از جامعه نداره که بالفعل از حمایت بکنه این که اپوزیسیون نمیشه نه درست م... مشکل ما این است از... تو این مشکل حالا ما در داخل کشور هم دوچار مشکل مخاطب بسی و مشکل ارتباط بعد اینو پرت میکنن بیرون شما از تاریخ به بیرون پرت میشید بنابراین من رو کراز بگم اون کاری که من میتونم داخل کشور بکنم نه خب نمیکنم بح... برای همین بده این وقای اخیر بعد از انتخابات دهمین ده ریاست جمهوری ایران فکر میکنین که این روی این روشنفکری ایران چه تاثیر اصلا روشنفکری نقشی داشت اون وقت اگه من بگم باز مشکل ایجاد میشه ببینید من تصف... نقش مرادتون چیه نقش موثری که یک لایه‌های از, لایه از جامعه رو را... نه به هر حال شما گفتیم روشن روش راهبری کننده داره روشن در دینی داریم... روشن نه روشن دینی که چرا بره. رو... یک سر ماجراست اما روشن دین... غیر دینی من منظورم روشن غیر دینی که شما نماینده به نوعی نماینده هستید یا یکی دیگه از اون‌ها از من تصور می کنم شوخی اگر کسانی این گمان رو بکنن که ببینید. حمایت بالفعل مردم نشون داده میشه یه جوری نمودهاش میاد هم اپوزیسیون به معنای اپوزیسیونی که خواهان دموکراسی و اینی که این چارچوب دموکراسی باشه و یعنی جز جناهای حکومتی نیست هم روشنفکران در نقش پیاده نظام حامی بودند بنده هم حمایت میکنم اما در نقشی که باید باشن نه 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 تاثیری نشن برای که کو کجا باید یک سوال خیلی خیلی وقت بود تقریبا تموم شده به نظر نمیرسه که روشن فکر لایک ایرانی در واقع همیشه در خارج نشسته و نگاه میکنه به جامعه اش به نوعی جامعه برای کار خودشون میکنه نمونه اخیرم همینه یعنی خب جامعه رو به اضافه اینکه این اصلا رهبری این جریان هم خیلی طبیعی به دست روشنفکری اصلا حق اوناست حق اوناست روشنزازو. که اصلا ببینید رهبری وقتی شما به دست میاری که لایه های بزرگی از جامعه حتی اینا حاضر نیستن خواسته های فکر لایک رو در برنامه‌شون بگنجونن منم بودم و حاضر نبودم چرا برای که روشنفکر لایک نداره آخه شما اصلا روشنفکری ایران روشنفکری غیر مذهبی ایران نه ضد مذهبی غیر مذهبی ایران تبعید شده از جامعه یک حد محدودی ببینید دو سه هزار نفر خواننده داره یه تعداد دیگری هم هوادار داره اما اینها در برابر این سیل میلیونی که راه میندازن تاثیر و نفوذی نداره و من فکر می کنم که اگه رو نقد نکنه و راه نشه از این وضعیتی که از بخشش به اون مردم بخشش به مردم بخشش به نداشتن امکانات البته حکومت هم بهش اجازه نمیده بنابراین سه عامل حکومت اجازه نمیده مردم نمیخوانش خودش هم از این وضعیت راه نشده حل نمیشه بسیار خیلی متشکرم فرای سرگوی شرکتون در برنامه به دیگه ممنون